بعد از ابزار وند میریم سراغ کراپ ها. کراپ به معنی برشه. 4 تا ابزار در اختیار ما قرار گرفته با حروف اختصاری C که میتونیم برش توی تصاویرمون ایجاد بکنیم. من یک عکس، حالا بذار یک عکس دیگه بیارم که نمونه دیگه باشه، متفاوت باشه. این که محیط مکسه و اینم رندر پروژه است. اوپنش میکنم با فتوشاپ. کنترل میگیرم، صفر رو میزنم، روی این کراپ رو میخوام انجام بدم. ببینید به من اینکه ابزار کراپ انتخاب شده. اینجا برای من دور تا دور تصویر من یک کادر رو قرار داده. اگر داخل هر ابزار دیگه‌ای باشم، اینا که خب ابزارهای سلکت بودن، این جابجایی بود و اینم که برشه. اینم نمونه برداریه. تو ابزارهای دیگه هستم این کادر کشیده نشده، ولی توی کراپ میرم یه همچین چیزی به وجود میاد برای برش زدن تصویر. مثلا فرض بکنید اینطوری. توی تنظیمات این کراپ اگر دقت بکنیم یک تایید هست که اگر من بزنم یعنی برش رو انجام بده، برش صورت گیره. کنترل رو میگیرم، زد رو میزنم، فرض بکنید اینجا رو. من اگر این دکمه رو بزنم ریست، دوره برمیگردونه محدوده سلکت و برش رو. اینم که کنسل. حالا شما میتونید با اینتر و اسکیپ هم تایید و کنسل رو بزنید. خب این کراپ میتونیم پس برش بدیم، مثلا فرض بکنید اینجا رو. اما اگر دقت بکنید وقتی من اوکی میکنم، با توجه به اینکه گزینه دلیت کراپتد وجود داره، من تایید میکنم. دفعه بعد که کراپ رو میکشم، وقتی میخوام برگردونم، فرض بکنید اشتباه بود، من میخواستم یک مقدار این خطی که اینجاست بیشتر بیاد، مثلا این بالش هم جزء کادر من باشه، وقتی برمیگردم دیگه چیزی وجود نداره. چرا؟ چون دلیت خورده تیکش. من این رو برمیگردونم. وقتی میخوام کراپ رو انجام بدم، این دفعه تیک دلیت رو برمیدارم. وقتی اوکی میکنم برش رو برام انجام داده، با این تفاوت که اگر من یک بار دیگه کراپ بکنم، اگر احتیاج باشه ببینید میتونم اصلاح بکنم. پس پاک نمیکنه، یه جورایی هاید میکنه. هرچند وقتی من اوکی میکنم و تصویر رو سیو میکنم، فقط این عکس هستش دیده میشه و اونجا هاید هست همیشه. اوکی، خب این هم یه خوبی داره هم یه بدی. ببینید اگر ما دلیت رو بزنیم توی پروژه سنگین کمکمون میکنه، چون واقعا حذف میکنه و کار رو سبک میکنه. وقتی شما مثلا 20 تا لایه دارید، حجم فایل خیلی سنگین شده، هاردتون داره کم میاره فضا، خب قطعا وقتی دلیت بکنه جایی که برش رو میزنه به نفعتونه. اما خب یه جایی هم میرسیم که واقعا قرار فایل جابجا بشه، ببریم روی یه سیستم دیگه یا بفرستیم برای شخص دیگه ادامه کار روش انجام بده. اگر دلیت شده باشه دیگه نمیتونه اون شخص عکس رو بیاره. ببینید وقتی من کراپ میکنم، خب اون شخص میتونه جابجا بکنه، بگه نه من دوست داشتم اینجا به نظرم بهتره که کراپ بشه. ولی اگر تیک دلیت خورده باشه دیگه تصویر وجود نخواهد داشت که نفر بعدی بتونه روی اون اصلاحات رو انجام بده. ولی خب بعدیش هم اینه که حجم فایل سنگینه، انگار اصلا برش نخورده عکس و همون حجم عادی رو داره. البته برای کارهای سبک چیز مهمی نیست این موضوعات. اوکی، پس اینم کار این تیکه. خب اینجا توی تنظیماتش داره همون حالتهای قبلی رو که ما برای سلکت داشتیم، اینجا برای برش هم داریم. نسبت‌های مثلا 1:1، نسبت 5:5، نسبت‌های استانداردی هستن یا سایزر عکسی که با حالا دی پی آیشون و پی پی آیشون هم نوشته میشه. اینا ظریف هستن. مثل این فرض بکنید نسبت 20:5. خب نسبت 20:5 این برش رو بر من میزنه توی عکس. یا با این سویچ میگم برعکس میکنم 5:20، یا هر عدد دیگه که دلم میخواد، یا از ضرب استانداردی که وجود داره میتونیم استفاده بکنیم برای برش. این دست خود ماه که از چه نسبت استفاده کنیم. کلیر هم که کلیر میکنه این رو، یعنی این سایز رو از بین میبره. الان انگار ریسیت میشه، من این حالا ریسیت میکنم چون به حالت قبلی من داره ریسیت میکنه. من اسکیپ رو میزنم، F12 رو میزنم که ریسیت بشه کل کار. پس کلیه که میکنیم اعدادی که اینجا باشه از بین میره، خالی میشه و از نو میتونیم عددمون رو وارد بکنیم که همین دستی هم میتونیم بریم اونجا عدد رو وارد بکنیم. چیز مهمی نیستش. اگه بخوام استریتن رو بهتون بگم، توی این مثال خیلی نمیشه جواب گرفت. بذارید جلوتر من مثالی اگه پیدا کردم
بهتون نشون میدم. با این خط افق رو ما مشخص میکنیم. اگه دوربین کج شده باشه ما میتونیم خط افق رو پیدا بکنیم و صاف بکنیم. وقتی ما کراپ میکنیم دست ما آزاده، حالا یا به صورت فری میتونیم این برش رو انجام بدیم یا بر اساس سایز. مثلا اینه که ما حتی میتونیم این رو بپیچونیم، مثلا اینطوری دوست داریم کراپ انجام بشه. اگه من اینتر رو بزنم میبینیم به این صورت انجام میشه. پس ما میتونیم روتیت هم بکنیم، ولی نمیتونیم یک زل رو کج بکنیم. نکنید اون یکی زل هم باهاش داره کشیده میشه، یعنی یک ضریب ثابت رو تقریبا میشه گفت داره. من این دو طرف بالا رو نمیتونم جمع بکنم و این دو طرف پایین رو کشیده بکنم. اونو با ابزارهای جلوتر من بهتون میگم که چجوری باید کراپ رو انجام بدید. به هر حال این از این تنظیمات، اینم از این توضیحات، میمونه این سه تا ابزار. خب این که گریده، ببینید 3x3 میگه که چجوری من برای شما کراپ میخواید بکنم. اون گرید بر چه اساس باشه؟ مثلا اینجا رول آف ثرد، خب 3x3 شما میتونید گرید رو بزنید یا هر حالت دیگه ای رو که دوست دارید انتخاب بکنید. اینا توی بحث های طراحی به وجود میاد که چجوری بخواید برش رو روی تصاویرتون انجام بدید، ولی معمولا با همین گزینه اول شما میتونید کراپ های خوبی رو انجام بدید و میتونید سفر رو جابجا بکنید، هر جایی رو که دوست دارید کراپ بکنید. پس کار خاصی رو اینجا برای ما انجام نمیده. Always show overlay، یعنی همیشه این گرید رو ناگهان اگه من روی never show بزنم هیچ وقت به من نشون نمیده گرید رو. میتونم always بزنم یا auto که گزینه بعدی بود و حالا ساکردم که چرخش رو اینا رو توش ایجاد میکنه. خیلی مهم نیستش که گرید های شما به چه صورت باشه. شما از هر گزینه خواستید کارتون رو میتونید را بندازید، تست بکنید، ببینید رو اون تصویرتون متناسب با اون کدوم یکی جواب میده. کار خاصی رو پس توی این بخش انجام نمیدیم. این هم یه سری تنظیمات هست که اگه من رو کلاسیک بزنم این گزینه ها آف میشه. یعنی اینجا رو دقت بکنید، نحوه برش خوردنش عملکرد یکی، مقصد یکیه، کاری که انجام میده در پایان یکیه، ولی بر اساس حالت قدیمیه که اینجا نقطه پوینت میذاره و یا اینکه اینو من برمیدم و به این صورت هستش. البته ببینید دوربین الان دقیقاً من هر جا میبرم این تارگت رو ببینید دقیقاً تو مرکز قرار گرفته. وقتی من هر جا میخوام برش رو بزنم حتی از صفحه دارم میرم بیرون. خب برای اینکه این دوربین روی این لاک نشه میتونیم بیایم اوتو سنتر پریوی رو برداریم. این دفعه که من این تیکو برشم بزنم ببینید دیگه دوربین جابجا نمیشه و حتما توی مرکز کار قرار نمیده. اینا تاثیر توی کراپ کردن شما نداره، ابزارهایی هستش که شاید بعضی مواقع بتونه کار شما راحت بکنه. یا مثلا شو کراپ ایریا باعث میشه که این محدوده برشتون رو بهتون نشون بده. ببینید این الان به این صورته، اینو که برمی‌کنم اینجا که کراپ شده رو داره به من نشون میده که اگر احتیاج باشه من میتونم بیشتر بیارم اینورتر یا اونورتر. اینم که میگه خب اصلا ترانسپرنت باشه یا نه، اگر باشه مثلا با چه شدتی، شدتی کمتر، شدتی بیشتر، محدوده که کراپ شده رو برای ما مشخص بکنه. خیلی با این گزینه ما کار انجام نمیدیم، میمونه فقط این گزینه که بد نیست حتی توی رندرهای خارجی یا عکسی که شخصی هم آدم خودش میگیره میتونه کمکش بکنه و خط افق رو نشون بده. معمولا زمانی که دوربین کج باشه این اتفاق میفته. من تو رندرهای خودم هیچ وقت خب قطعا دوربین رو کج نمیذارم و همیشه درست عکس رو میگم. بذارید ببینم توی نمونه کار بچه اگه تصویر رو دارم اونو اوپن کنم تا بهتون نشون بدم. خب من تصویر مناسبی رو پیدا نکردم، به خاطر همین یک رندر معمولی رو اینجا آوردم تا بیشتر توضیح بدم تا مفهوم این ابزار رو برسونیم. ببینید این کار رو دقت بکنید، کجه. خب در واقع کج نیست و اون صاف دوربین کج هستش. به هر حال ما می‌خوایم بگیم که این امتدادی که می‌بینیم باید موازی با این امتداد عکس باشه، یعنی باید صاف باشه و کج افتاده. ما می‌تونیم از این ابزار استفاده بکنیم. استرینثن رو می‌زنم روی اون مسیر کج، من این خط رو می‌کشم. مهم نیست تا کجا باشه، تا اینجا می‌تونه باشه، ولی هر چی طولانی‌تر باشه بهتره. من الان دارم بهش میفهمونم این خط کج باید موازی با این پایین عکس باشه، یعنی باید صاف باشه. به معنی که ولش میکنم جوری کراپ میکنه که اون امتداد موازی با این امتداد باشه. وقتی اوکی میکنم میبینم که اون مسیر رو صاف میکنه، هرچند الان تصویر رو کج کرد و این خب درست نیست، برای این عکس مشکل نداشت و کج نبود، حالت پرسپکتیو داشت این عکس. خب
عکس زمانی کچ هست امتداد افق شما که دست مثلا موقع عکاسی دست راستتون بره بالا دست چپتون بیاد پایین، نه که حالت پرسپکتیو باشه توی منطقی که داری عکس برداری میکنید، یا توی رندراتون دوربینتون توسط اون ابزاری که پایین سمت راست هست یک خورده تیلت شده باشه، کج شده باشه. اونجور ایرادها رو ما میتونیم برطرف کنیم و صاف کنیم. خب پس اینم کاربرد استرنثن که توی یک نمونه تونستیم بالاخره یه جوری اون رو نشون بدیم. تنظیم دیگه ای نداره برای کراپ. میریم سراغ پرسپکتیو کراپ که مشخصه حالت پرسپکتیو داره، یعنی من میتونم فرض بکنم این تابلو رو ببینید، من میام اینجا حالا اینو نگاه کنید، حالا دست من بازه که حالت پرسپکتیو رو برای برش بزنم. توی قبلی کراپ عادی همچین چیز وجود نداشت. فرض بکنید اینجا من اوکی میکنم، ببینید دقیقا اون تابلو عکس رو گرفت. حالا من میتونم تکچر سازی بکنم یا از این عکس جای دیگه استفاده بکنم. پس برای حالت پرسپکتیو ما میتونیم از این ابزار استفاده کنیم که خب طول عرض عکس چقدر باشه، برای پرسپکتیو و رزولوشن چقدر باشه میتونیم وارد بکنیم. خیلی مهم نیستش حالا بر اساس پیکسل باشن یا بر اساس سانتی متر باشه این نسبتی که ما میخوایم وارد بکنیم، یا فرانت ایمیج که خب ابعاد رو داره مثلا به سانتی متر میزنه، توی میگه همین عکس اینقدر سانتی متر در اینقدر سانتی متر با اینقدر رزولوشن. حالا اگر خواستم من میتونم اون رو کراپ رو انجام بدم، کلیر هم که کلیر میکنه، خودمون میتونیم دستی وارد بکنیم. شو گرید هم که مشخصه وقتی من محدوده در میکشم این گرید ها شو باشن یا نه قابل نمایش نباشن. چیز مهمی نیستش این کنسل و اینم تایید. تنظیم دیگه برای پرسپکتیو کراپ نمیمونه، میریم سراغ اسلایس. اسلایس ها هم برای برش هستن. ببینید من میتونم این منطقه رو انتخاب بکنم، به من اینکه دکمه رو ول میکنم برای من یک سری خطوط راهنمای دیگه ایجاد میکنه. ببینید من اینجا رو یک منطقه رو میگم، میگم این منطقه رو برای من برش بزن. اگر من این تصویر رو همین الان سیو کنم هیچ اتفاقی نمیفته و همون رندر قبلی رو دارم، همون عکس قبلی رو من دارم و این خطوط نمیفته توی کار. این باکس هایی که خودم کشتم یه جور هلپر هستن، مثلا برای شیت بندی کمکم میکنن که خب آره یه عکس رو من این تو قرار میدم، یه عکس رو این تو قرار میدم، یه عکس رو مثلا اینجا من قرار میدم. به معنی اینکه من مسیر رو میکشم، محدوده رو مشخص میکنم، خودش میاد یک سری هلپر دیگه رو من نشون میده که اینا در اون امتداد هستن، عمودش کجاست، افقش کجاست، میتونی این فضاها رو هم استفاده بکنی. که تو بحث شیت بندی حالا یه دوره تخصصی خواهیم داشت که میگم چجوری از این ابزارا ما استفاده بکنیم. بر اساس یک نسبت ثابت یا یک سایز ثابت بخوایم اگه این اسلایس ها رو ایجاد بکنیم به کمک این گزینه میتونیم کار انجام بدیم، و یا اینکه طول و عرض رو به صورت مشخص خودمون بخوایم دستی وارد بکنیم. به هر حال برش هایی رو روی تصویر بر ما میزنه که بتونیم داخل این کادرها ما یک عکس دیگه قرار بدیم، یک متن قرار بدیم یا هر چیز دیگه رو قرار بدیم. فقط داره محل ها رو بر ما میچینه بر اساس، ببینید من اینجا رو اضافه میکنم، محل ها رو میچینه، میگه اینجا هست شما میتونید اینجا اینجا و این فضا رو هم استفاده کنید و یک فضا اینجا وجود داره. چیز خاص دیگه نیست، فقط اسلایس فرام گایدز. ببینید من اگه کنترل رو نگه دارم روی کیبورد و آر رو بزنم رولر بیاتش، میتونم بکشم بنازم پایین. به این میگن گاید. من مثلا فرض بکنید اینجا یه گاید میذارم، به معنی که میذارم این روشن شدش و این رو هم میارم اینجا. دو تا گاید دارم. اگه من میگم اسلایس بکن از طریق گاید ها، ببینید برش زد بر اساس اون گاید هایی که من دارم. من میتونم یه گاید اینجا بزنم، میدونید دیگه اینجا مثلا صحنه میخوام اینطوری شیت بندی بکنم یا هر چیزی، اسلایس که بزنم اینطوری برام تقسیم بندی میکنه و من میتونم عکس هایی رو اینجا قرار بدم. اینجا فرض کنید یک متن انگلیسی حالا یا فارسی قرار میگیره، اینجا میتونه چند تا وایر فریم رندر باشه یا هر چیز دیگه رو من توی این فضاها بچینم. خب من میتونم دستی خودم پس مشخص بکنم کجاها رو میخوام برش بزنم و چه اتفاقی بیفته. ببینید الان این اسلایسی که من زدم روی این اسلایس افتاد. این اسلایس ها قابلیت جلو و عقب رفتن هم دارن، یعنی اون اسلایس پشتی بیاد روی این و تصویری که اون پشت قرار میگرفته داخل اون اسلایس بیاد روی این کادر یا این بیاد روی اون. که الان میرم سراغش توضیح میدم. اینجا من نشون میدم که هیچ گزینه دیگه ای جا نمونده، میرم گزینه بعدی سلکت هستش، اسلایس سلکت. کار خاصی انجام نمیده، این اسلایس های ما رو میگیره. مثلا ببینید میتونم جابجاش بکنم و وقتی جابجاش میکنم
اون راهنماها هم دارن جابجا میشن. ببینید به این صورت اسلایس ها رو من میتونم جابجا بکنم. الان ببینید اینجا یه اسلایس دارم، من اینجا اگه هاید بکنم اوتو اسلایس ها رو، یعنی خطوط اضافی رو که اسلایس نیستن، من اینو برمیدارم. ببینید چیزایی که خودش به صورت اضافی برای من به عنوان راهنما آورده میتونه هاید بکنه که کار من مشکل پیدا نکنه. من بذار یه F12 بزنم ریست بشه با اسلایس، برای اینکه صحنه خلوت‌تر بشه متوجه بشه. اینجا یه اسلایس میزنیم و اینجا هم یه اسلایس میزنم. خب اگه داخلش باشم میبینید جابجاش میکنه، من میخواستم از بیرون بکشم. پس یه اسلایس اینجا دارم، یه اسلایس اینجا دارم، ولی این خطوط شاید مانع کار من بشه. من میتونم توی ابزار اسلایس سلکت اونا رو هاید بکنم. ببینید فقط مناطق سلکت شده من رو و اسلایس شده من رو مشخص میکنه و اینها رو هاید میکنه. من احتیاجی به این راهنماها ندارم. این ابزارها هم که مشخصن، راست چین، چپ چین، بالا چین، پایین چین یا وسط چین باشه، به چه صورت باشه، پس کاری با این ابزارا نداریم. این هاید هم که متوجه شدیم و این گزینه هم چیز خاصی نیستش. ما میتونیم یه لینک بکنیم به اون تصویر یا متنی رو براش بنویسیم که خیلی کاربردی برای ما نداره. اینجا همون بحثی هستش که ما میتونیم اینها رو برگردونیم به عقب یا به جلو. ببینید این الان این اسلایس روی این اسلایس افتاده، ولی من اگه اینو بتونم روشون که وایسته خودشون توضیح میده بکوارد بکنید، ببینید رفت بک به صورت پشت و این اومد رو. اینو من اگه سلکت بکنم نگاه کنید این الان روی این یکی اسلایس قرار گرفته. من میتونم اینو بک بکنم یا اونو فرانت بکنم، یا اسلایس ها رو من میتونم جلو عقب بکنم که تصویر یا متن هایی که اون داخل قرار دادم روی اون یکی قبلیه بیفته. این دوتا هم اولین گزینه و آخرین گزینه برای زمانی هستش که کلی شما لایه روی هم دارید، یعنی اسلایس روی هم دارید، اینو میخواید بفرستید اولین لایه و با این میفرستید آخرین لایه. با اینا فقط یه دونه لایه عقب میره یا جلو میره. دیواده که بحث تقسیم کردنه بر اساس یک سری پیکسل که ما بخوایم مشخص بکنیم به چه صورت باشه، که اینجا الان برای من زد اون اندازه رو زدم، اینجا برای من اسلایس رو انجام داد. یه جورای شبیه همین اسلایس کردن اینجا با ذریع و نسبت خاصه، چیز خاصی نداره. پس این ابزار هم که توضیح دادیم چیز خاصی نمیم.